نشان آدمیت، بحثی جالب. هر روز یک شنبه ساعت 11 صبح رو همین موج رادیو با ربای بخشی از نیویورک در خدمت شما با هم باشیم با آرزوی بهترین ها. شالوم. یک شنبه دیگری فرار هستید شنوندگان عزیز و مستقیم به نیویورک میریم و گفتگوی داریم با جناب ربای بخشی که برنامه نشان آدمیت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنند. برای تماس مستقیم با ایشون شماره 516-777-0452 رو میتونید بگیرید، 516-777-0452. سری صحبت های ربای بخشی در یوتیوب هم قابل پیدا کردن هست، کافیست که اسم ایشون رو بزنید و دسترسی پیدا بکنید به سخنان ایشون. و همچنین برنامه های تلویزیونی دارن از طریق تلویزیون تصویر ایران به نام شبات شلوم که هر جمعه 12 ظهر تقدیم حضور شما عزیزان میشه. این برنامه ها رو اگر بخواید دوباره بشنوید میتونید تماس بگیرید با شماره 718-906-6400 کد 6241 رو بزنید و برای پشتیبانی از این برنامه torahelp.com رو میتونید بهش مراجعه بکنید. روز بخیر میگم خدمت شما جناب ربای و همچنین به علی عزیز که ارتباط ما و شنوندگان عزیز رو برقرار کرده. حالتون چطوره؟ همچنین خدا رو شکر به قول شما یک شنبه باز فرا رسید و ندای ما، صدای ما از شبکه رادیویی شما به تمام دنیا در واقع پخش شد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب در خدمتون هستیم برای سوژه انتخابی این برنامه. بله، اتفاقا یکی از نشان آدمیتی که حتی به الهیت انسان ربط داره تو حاک بارو جوری که در گمارات زنده، یعنی یک رو یک رنگ بودن، این که انسان دل و زبونش یکی باشه، دقیقا همون چیزی که هست باشه، نخواد چیزی رو پنهان بکنه، نخواد چیزی حاشا بکنه، نخواد چیزی رو تظاهر بکنه یا خودنمایی بکنه. کسی که طبیعتش بر حسب درونش باشه و چه بسا مانند یک آینه بتونن دقیقا شفاف شخصیتش رو، منشش رو، اخلاقش رو و دیدگاهش رو تشخیص بدن، این خودش یک نشان آدمیته، این خودش یک امتیازه. بعدی که ما شب پسح موقع که دور سدر میشینیم و اولین بچه‌ای که ازش نام میبریم فخام، بچه عاقل به ظاهر صدیق، بچه دوم راشا، بچه ظالم که چقدر بر ضد دین آینه، بچه سوم تام خیلی ساده، و بچه چهارم شنودن لشعور که اصلا نمیتونه سوال بکنه. به نظر این بچه سوم و چهارم خیلی مظلوم تر از بچه دومیان که راشاه. چرا راشا رو آخر خط قرار نداده؟ چرا اونو گذاشته دوم بغل حاخام؟ به دو دلیل. یک این که میتونه شخص حاخام باشه، عاقل باشه، فهمیده باشه، نابغه باشه، ولی در این حال راشا ظالم باشه. میتونه از دیدگاه منفی و هدف منفی تمام قدرت و تواناییش رو استفاده بکنه، از پولش، از عقلش، از شهرتش، از نفوذش. اما جواب دوم، دادشو بخوای، این آقای راشا یه ذره جلوتر از بقیه است، مخصوصا اون دوتای آخر، تام، اون بچه ساده، شنودی علیش اول، اون که اصلا نمیتونه سوال بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه حداقل داره عقیده خودش رو عنوان میکنه، داره میده آقا من راشم، من مخالفم، من زدم. این که تو خوک بارو، این که یک دل و یک زبونه، این که داره مخالفتش رو علنا نشون میده، این خیلی جرأت میخواد. میدونه که دیگه آبروش، اون امتیاز، اون احترام که در نظر مردم داشت نخواهد داشت، ولی هنوز عقیده خودشو میگه، میگه من زدم. آقا این حرفا چیه؟ به همدل ربانه میگن راستشو بخواید، افرادی که علنا میان مخالفت خودشون رو با دین و آیین نشون میدن،
اینها خیلی پتانسیال و ظرفیت پاکی درشون هست. چرا؟ چون حداقل یک دل و یک زبون هستن، چیزی رو مخفی نکردن، تو قلبشون به دین و آیین نمیخندن، اما بذار بگن بله بله حتما چشم کش الان میگن آقا ما مخالفیم. بندل میگه یکی از نشان آدمیت این که انسان قابل تشخیص باشه، مثل روز روشن میبیننش، از حرفش، از کلامش، از رفتارش بدونم خودنمایی نیست، این واقعا منش و اخلاق و ایده و عبیدشینه، واقعا اون حرفی که میزنه و عملی که انجام میده ایمان داره. به همین دلیل خیلی موقع هست که ما خودمون شخصا موقعی که درونم چیزی رو به عنوان نمایش، تئاتر، فیلم بازی میکنیم تو زندگی، نه حقیقت شخصمون، بعدنه که مورد سوال قرار میگیریم. اما کسی که میدونن آقا این به کسی کمک نمیکنه، به ظاهر چاپلوسی نمیکنه بگه که بله بله حتما چش 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 چرا نه، ولی نکنه، از هم اول میگه آقا من میدونم نمیتونم نمیرسم نمیخوام ببخشید من نمیتونم، از همون اول عقیده خودش رو به ما میگه، آب پاکی رو دست ما میریزه، تو خوک بارو، یک یورو یک رنگه، یک رو یک رنگه. اما اگر شخص دیگران رو علاف بکنه، اول بهشون قول بده، بهشون امید بده، ولی انجام نده، فقط برای اینکه نخواد بده بشه، دیگه کار بدتری کرده. و چیزی که حخامین میگن حتی در دنیای باقی، خداوند میگه هشم خاد و شما خاد، اسم من یکیه، نام من یکتاست، من با افرادی که یک پارچه هستن، ناب خالص هستن رابطه میتونم پیدا بکنم، نه اونایی که دروغگو هم، نه اونایی که چاپلوس هم، نه اونایی که ظاهر سازن خودنمایی میکنن، و الاخر اون کسی که یک دل و یک زبانه، از چیزی که خوشش نیاد میگه میبخشید من خوشم نمیاد، از چیزی که بدش میاد میگه من ازش بدم میاد، و از چیزی هم که خوشش میاد میگه من خوشم میاد. بندل این افراد خیلی بیشتر مورد اطمینان هستن، موقع که از یه نفر تعریف میکنن دقیقا قبول دارن و همین تعریف میکنن و آدم بیشتر باورش میشه، چون میدونن این شخص اهل کذب و خودنمایی نیست. پس یکی از نشان آدمیت که در واقع یکی از نشان الهیت انسانه این که انسان یک روح، یک دل و یک زبان باشه. بفهمم. در خدمتون هستیم شنوندگان عزیز. آقای ربای بخشی برنامه نشان آدمیت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن در خصوص یک رنگی، و اما شماره تلفنی که میتونید مستقیما با ایشون تماس بگیرید 516-777-0452 هست. اگر دوست دارید این برنامه رو دوباره بشنوید 718-906-6400 رو میگیرید و کد 6241. جناب ربای در خدمتون هستیم. به همین دلیل بچه ها راست شده خواهید توی خونه موقعی خوب از ما تبعیت دارن، حرف شنوی دارن که ما رو باور بکنن، بدونن اون چیزی که ما میگیم خودمونم ایمان داریم. داستانی که من یادم، مثالی که از ایران چندین سال پیش میگفتن که همه بهتر از هم میدونن، که پدره مادره بچه رو گوشماله میده میگه چرا؟ مگه نمیدونی؟ آدم باید همیشه رو راست باشه، چرا دروغ گفتی؟ اینم میگه خب ببخشید مامان بابا ببخشید. بعد تلفن زنگ میزنه پدره گوشی رو ور میداره، طرف میگه ببخشید خانومتون خونن؟ حالا اونجا خانوم خونه وایسادا، پدر میگه نه نیستن ایشان، بعدن میان، بعدن تماس بگیرید. تو که تا حالا داشتی بچه تو گوشزد میکردی، تربیت میکردی که چرا دروغ میگی، خودت پشت تلفن همین الان جلوش گفتی،
بندل بچه ها بعضی موقع به ما شک میکنن، میگن چجوری که فقط برای ما خط نشون میکشید و هی برای ما قانون وضع میکنید؟ چرا خودتون؟ تو الان 10 ساله با برادرت قهری، تو الان 5 ساله که دیگه جواب سلام همسایتو نمیدی، بعد اون موقع میاد به ما میگی بچه ها با هم خوب باشید، با هم محبت بکنید. انسان باید یک الگوی یک روی یک رنگ یک دل و یک زبان باشه برای بچه هاش. اون موقع است که بچه ها ایمانشون به ما قوی میشه که ما رو باور بکنن و اتفاقا هر نصیحت، هر پیشنهاد و هر قانونی هم که حتی برای اونها بگذاریم هنوز رعایت میکنن، چون میدونن ما اینجا خودمونم تابع این قانون هستیم و این نیست که فقط برای اونها بگذاریم بخوایم روشون ریاست و یا کنترل داشته باشیم. و در پایان میدم، چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، درسته؟ خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. در چند دقیقه باقی مانده، چیز حدود 7 دقیقه مونده هنوز جناب ربای. ولی این بحث که میخوام بگم یه ذره آی هوب که بتونم به نتیجه برسونم. هاراف تهیلا ایشون میگه موقعی که میخوای بچه ها رو تربیت بکنی با چوب خودت تربیت نکن، با چوب خدا تربیت کن. اگه به بچه بگی که این چه حرفی بود زدی، این چه کار بود کردی، دیگه پول تو جیب بد نمیدم، دیگه بهت غذا نمیدم، دیگه نمیریم پارک، میگه موقعی که از نظر چوب خودت بخوان رو تنبیه بکنیم، فردا که بزرگ شد خودش درآمد داشت، خودش اصلا کاری به پارک نداشت، دوستای خودش رو داشت، اون موقع است که دیگه برمیگرده یا ادامه میده همون کار اشتباهشو یا حرف اشتباهشو. چرا؟ چون از تنبیهی دیگه وجود نداره که بخواد بترسه. اما موقعی که با چوب خداوند تنبیهشون بکنه، بگیم ببین خداوند این حرفی که تو زدی کار درست نداره، این کاری که کردی درست نداره، این رفتار درست نیست، خداوند دوست نداره، اون موقع است که 120 سالش هم بشه هنوز چون خداوند و بالای سر خودش حس میکنه مواظبه که اون کار انجام نده. بندل ما باید به بچه ها نشون بدیم که منم مثل تو تابع دین و آیین هستم. فقط برای تو نمیگم که این کارو نکن، فقط به تو نمیگم دیر نیا، فقط به تو نمیگم دوستای خوب داشته باش، به تو نمیگم فقط عرق نخور یا بیبند و باری نکن، خودم هم تابعش هستم. و بعضی موقع هست که راست رو بخوای بعضی موقع دست و دهن پدر مادر بسته است. چرا؟ چون خودشون هم اهل این حرفان، اون موقع بیان به بچهشون بگن این کارا رو نکن، میدونن اگر بگن اون بچه در میان میگه بابا پچه تو خودت، مامان چرا با خودت. پس این نشان آدمیت یک رنگی میتونه واقعا آچار فرانسه ای باشه که خیلی از پیچه ها رو خوب سفت بکنه، خوب ارتباط ها رو محکم بکنه اگر ازش به درستی استفاده بکنه. اما اگر فکر کنیم داریم زرنگی میکنیم، حالا من یه چیزی گفتم، حالا کی وایساده ببینه من چیکار میکنم، و یا الی آخر نه بابا این از هیچ موقع خبردار نمیشه، نخواهد فهمید، و الی آخر اون موقع است که هی نقاب پشت نقاب برای خودمون پدید میاریم که اصلا مردم رو کانفیوز میکنیم، گیج میکنیم که نمیدونن ما کی هستیم، از شخصیت و از عقیده ما هیچ آشنایی پیدا نمیکنن، میدونن بابا این حرفاش حرف نیست، هیچ اعتمادی بهش نیست. نمیدونم، فکر کنم 3 دقیقه دیگه وقت داریم، درسته؟ بله در خدمتون هستیم. حدود 6 دقیقه البته دو برابر میکنیم جناب ربای به خاطر شما. تشکر. یک مثال خیلی جالبی من یادم از ایران، عموم به میگفت، میگفت یه نفر از ده میاد شهر خرید پارچه، ولی پول نداشته، میخواسته بیزینس کسب شروع بکنه، اونو زن بچه بده، میره پیش مغازه پارچه فروشی توی بازار شهر، بهش میگه که پارچه چند؟ میگه متری 1 تومن 10 تومن هرچی، این خوبه، از کجا میاد؟ فلان ده، خب فروش دارم، مصرف دارم، یاره برای ملافه، برای چادر، این اون خلاصه بهش میگه خب چرا یه موقع ور نمیداره؟ گفت من پول ندارم. گفت چیز داری گرو بذاری؟ اینم دست میکنه یک تار ریششو میکنه میذاره تو شالی که
کمرش بوده، میگه من به امانت یک تار ریشم امانت میگذارم که این جنس رو ببرم به موقع پولش رو برگردونم. طرف میگه قبوله، جنس رو میبره، اتفاقا میفروشه، برمیگرده و همجوری معامله ادامه پیدا میکنه و خدا رو کارش میگیره. یکی از دوستاش که میدونستین آی در بساط نداشت کنجکاف میشه، میگم تو چجوری سر یک سال رفت آمد تو تجارت تو کسب انقدر پیشرفت کرد؟ تو که پول نداشتی؟ میگه خب بهم کردیت اعتبار دادن. گفت چجوری؟ گفت یه تار ریشم گروه گذاشتم. گفت اه این قدم های ساده تو شهر هستن؟ آدرسش کجاست؟ اینا هم آدرس طرف رو بهش میده. پا میشه میره علل طلو اولین نفر قبل از اینکه مغازه رو باز بکنن تا میره تو سلام علیکم سلام خدا نه میگه این جنس رو میخوام اونو میخوام، همه پیشخون رو پر از جنس میکنه. میگه پول، میگه پول، دست میکنه یه مش ریشاشو میکنه میذاره تو شالش، میگه به امانت این ریشا من پولمو برمیگردم. میگه نه این که چیزی نیست که، پول من میخوام. میگه پچه تو دوست من تو قبول کردی آقای فلانی؟ یه ببین دوست تو موقع که داشت یه تار ریششو میکند دیدم چقدر دردش اومد، گفتم اگر برای مال خودش انقدر رحم داره به مال من رحم میکنه، اما تو دیدم با چه بیرحمی ریشاتو کندی، دردت نیمد به مال خودت، گفتم حتما به مال منم رحم نخواهی کرد. این که انسان از خودش یک رنگی نشون بده، کاملا عقیدشو اوپنلی به طور آشکارا عنوان بکنه، express your feeling. من راستش از این حرفت یه ذره نگران شدم، از این حرفت ناراحت شدم، از این حرفت راستش خوشم اومد. ایش کاش اگه میشد این ساعته با اون ساعته بگو عقیدتو، تو خودت نگه ندار، یک دل یه رنگ باش. آی هوب که خوش گذشت، بله صد البته، ولی نمی تو ماشین بشینیم قرولوند کنیم. ای تو که الان گفتی بله صد البته چقدر خوش گذشت، تا حالا این جشن من به این شکوهی نرفته بودم، پس چرا شکایت کردی؟ این که انسان یاد بگیره این نشان آدمیت رو در خودش جور نگه داره که از این شراب میتونه یک شراب مرغوب پدید بیاره، میشه تبدیل به یک نشان الهیت و روحانیت. امید که به اون درجه برسید. بفرمایید. بسیار ممنون. خب در مدت کوتاه باقی مانده یادآوری بکنم شنوندگان عزیز، ربای بخشی از نیویورک برنامه رو تقدیمتون میکنن با شماره 516-777-0452. سری برنامه هاشون رو در تلویزیون تصویر ایران روزهای جمعه ساعت 12 ظهر نظاره‌گر باشید به نام شبات شلوم، و برای تکرار این برنامه یا شنیدن دوباره اون بهتر هست تماس بگیرید به شماره 718-906-6400. کد 6241 رو که بزنید میتونید به برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. برای پشتیبانی از این برنامه torahelp.com. در 1.5 دقیقه باقی مانده در خدمتون هستیم. این که بیاید بعض موقع زن و شوهرها مخصوصا یک محیط پاک و ساکتی رو انتخاب بکنیم، بگیم بگیم اصلا بادی صحبتی بکنم. بله اون 3 روز پیش 4 روز پیش چند وقت پیش اون مورد راستش هنوز من این مقدار نمیدونم نشد بگم، ولی این که صفحه قلبمون رو با هم دیگه باز بکنیم بهتر میتونیم ارتباط با هم برقرار کنیم تا اینکه تو خودمون نگه داریم، هی بخوایم بگیم که خودمون رو آروم بکنیم، اما نه اینکه موضوعی رو حل بکنیم. چون اگر تو خودمون نگه داریم و بروز ندیم و هی بخوایم بهانه بگیریم که دیگری رو کوچیک بکنیم که خودمون تسکین پیدا بکنیم، هنوز اون اشتباه تکرار میشه، چون هیچ موقع بهش نگفتیم که ببینیم موضوع باعث اشکال شد. اما اگر یک بار دو بار قشنگ بهش بگیم ای کاش این کار نمیشد، دیگه دفعه سوم یا دهم دیگه جلو خودشو میگیره. حداقل عنوان کردیم. مثلا بعضی موقع افراد از هم میپرسن آخه تو گفتی و من نکردم، خب دیگه معلوم بود، خوب میفهمیدی. نه، بعضی موقع است که افراد نمیفهمن. انسان باید با کامیکیشن، با ارتباط، فیلینگ و احساس خودش رو با دیگری در میان بذاره. امید که بتونیم، و مطمئن باشید کسی که بتونه این چنین رو راست با همه ارتباط برقرار بکنه، همه هم رو راست و
باش ارتباط برقرار میکنن، نه اون گول نقاب کسی رو میخوره نه کسی گول نقاب اون رو، و میبینن که چقدر ارتباط دوستانه با همدیگه زن و شوهر، پدر و فرزند و الی آخر برقرار. بسیار ممنون جناب ربای بخشی عزیز، امیدواریم که تعطیلات آخر هفته و فورت آف جولای هم بسیار به شما خوش بگذره. خوشحال شدیم از گفتگوی با شما. طبق همیشه خیلی ممنون. خدا نگهدار.